به طبقه کارگر در خاور میانه بیانیه شماره سه سه حزب کمونیست کارگری در منطقه طبقه کارگر در خاور میانه و نسل کشی در فلسطین کارگران بیتردید برای ما و اکثریت بشریت کره خاکی که جهان را از دریچه پروپاگاندهای نجات پرستانه و ضد بشری هیئت حاکمه در اسرائیل و آمریکا نمینگرد آنچه که چهل روز است در غزه می گذرد نه جنگ که یک نسل کشی و پاکسازی نژادی بیشرمانه است که جهانی را فریاد زنان به میدان آورده است. کسی بهانه جنگ علیه حماس برای توجیه این قتل عام کور، انتقامجویی افسار گسیخته و مجازات جمعی میلیونی از مردم فلسطین را نپذیرفته است. جهانیان نام آن را جنایت علیه بشریت نهاده اند و هر روز و هر لحظه چشم به راه پایان فوری یکی از بزرگترین قتل عامها و جنایات جنگی قرن تنها و تنها به قدرت خودشان هستند. صحنه به خصوص برای ما که دهه هاست در قلب خاور میانه از یک سو با حکومت های فاسد و سرکوبگر خود و برای تأمین حداقل معیشت، حرمت و کرامت انسانی خود و خانواده هایمان در جدال هر روزه هستیم و از سوی دیگر همواره خطر گسترش میلیتاریسم ناتو، جنگ های نیابتی و به تبع آن آتش افروزی های دولت های خودی را هم احساس کرده و می کنیم آشناتر است. انتقامجویی فاشیسم فاشیزم در اسرائیل رسما پشت به حمایت بیدریق سیاسی، مالی و نظامی آمریکا و اروپا نه تنها کمترین ربطی به امنیت و دفاع از خود ندارد که ناامن کردن و ناامن نگه داشتن خاور میانه دهه منشأ منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی عظیمی برای برجوازی جهانی است. چهل روز است سراسر نوار غزه در آتش می سوزد. ارتش اسرائیل در این مدت از زمین و هوا مردم فلسطین را بمباران کرده آب و غذا و مواد سوختی و دارو و همه امکانات زندگی را از بیش از دو میلیون انسان قطع کرده است بیمارستان و پرسنل آن آمبولانس و امدادرسان مدرسه و کودکستان اردوگاه آوارگان نیروهای سازمان ملل خبرنگار و غیره هیچ چیزی در امان نیست این را که تماما در سرزمین های اشغال شده انجام گرفته است حق دفاع از خود اسرائیل نامیدن چیزی که دولت و مدیای رسمی غربی در بوغ کرده اند که مغایر قوانین مصوبه بین خودشان هم هست یک بیشرمی تمام ایار است. فرماندهان و رؤسای اسرائیل رسما اعلام کرده هند که این چرخ گوشت بعد از شمال غزه و تکه پاره کردن جسم و جان مردم آن در بخش جنوبی هم به کار و کشتار و ویرانی ادامه می دهد. در حالی که بشریت در میدیاهای غیررسمی و میلیارد نفره جهانی مردمی خود در کنار مردم غزه و فلسطین در تقلا برای انعکاس واقعیات فاجعه است که در جریان است، تلاشی که تا امروز ماشین پروپاگاندهای رسمی را برای مغزشویی فلج و ناتوان کرده است تا جایی که امروز در مناسبات قدرت‌های حاکم و نهادهایشان که به نام جهان و جهانیان عمل می‌کنند هیچ قانونی حکم نمی‌کند هیچ توافق بین المللی مانع هیچ جنایتی نیست سازمان ملل و دبیر کل آن و شاخ و برگهایش بیخاصیت است نهاد حقوق بشری، امنستی و انواع کمیسیون های رسیدگی به جنایت های جنگی و قطنامه های صادره نهادهایشان کاری از پیش نمی برند. افاظات فرصت طلبانه و ریاکارانه چین و روسیه و بلوک حامی آنها هم تبلیغات است و تلاشی است برای باز کردن کانالی در امتیازگیری های سیاسی نظامی و اقتصادی فردا پس از قتل عام و پاکسازی نژادی از فلسطینیان. دولت های منطقه از عربستان و مصر تا ایران، ترکیه و غیره این دوستان دروغین فلسطین که ریاکارانه سنگ دفاع از فلسطین را به سینه میزند خود از موانع حل این معزل و دشمنان قسم خورده ما و مردم فلسطین هستند. آنها در پنج دهه گذشته از معزل و مشقات مردم فلسطین برای معاملات و ساخت و پاخت و امتیازگیری خود از دیگران سوء استفاده کردهاند. بر جنبش و معزل انسانی و ملی فلسطینیان یک جنبش تاریخی با حامیان جهانی که هرگز اشغالگری اسرائیل را نپذیرفته بود آگاهانه لباس مذهبی و اسلامی پوشاندند. آن را به جنگ مذهبی، جنگ اسلامگرایی و یهودیگری تبدیل کردند. این دولت ها و فاشیزم قومپرست و مذهبی در اسرائیل عملا راه حل سلحامیز برای پایان دادن به مسائب مردم فلسطین را به بنبست کشندند. نشست این دولت ها که به نام اجلاس سران کشورهای عربی و اسلامی در 11 نوامبر در ریاض برگزار شد مشتی ادعای مفت و تبلیغات دروغین به نام دفاع از فلسطین بود. آن هم برای شانه کردن از فشار پایین جامعه. آنها حاضر نشدند حتی برای ظاهرسازی روابط سیاسی و اقتصادی خود با اسرائیل را یک روز هم قطع کنند این دولت که روزانه علیه ما از هیچ جنایتی پرهیز نکرده اند اکنون ریاکارانه به نام دفاع از فلسطین همواره تلاش کرده اند که بر هر مطالبه و حق طلبی ما بر چسب کمک به اسرائیل بزنند و اعتراض و مبارزه ما را خاموش و بر استبداد و عمر پر از جنایت خود بیافزایند. رفقا ما می بر این فاجعه نقطه پایانی بگذاریم کار شروع شده بشریت برای توقف این ماشین کشتار جمعی را ما می توانیم تمام کنیم. جمعیت بشر دوست و صلح طلب و میلیونی که هر روز و هر ساعت در خیابانها و در میدیاهای غیر رسمی و در نشستها و جلسات و محلهای کار و زندگی به پا خواسته است نقش و فشار ما را طلب می کند. نقش و فشار طبقه کارگر جهانی به خصوص ما در خاور میانه را طلب می کند. ما و طبقه ما تنها نیرویی است که قادر است ماشین جنگیشان را نه کمکار و کند که تماما فلج کند تنها نگاهی به نمونه هایی که امروز در جریان است قدرت ما و راه ما را نشان می دهد. به روشنی می بینیم که کارگران در سراسر جهان نه تنها در این تحرک انسانی شرکت کرده اند که به علاوه با اقدامات مستقیم خود در تلاشند ماشین کشتار و جنایت اسرائیل را از کار بیاندازند. بسیاری از اتحادیه های کارگری از فراخان اتحادیه های کارگری فلسطین برای حمایت مردم محروم حمایت کرده اند. کارگران اسلحه سازی L3 هریس در آمریکا برای ممانعت از ارسال اسلحه به اسرائیل دست به اعتصاب زدند و تولید را خواباندند. های کارگری حمل و نقل یونان ترکیه و ایتالیا طی فراخان مشترکی ضمن ابراز انزجار از کشتار مردم بیگناه فلسطین تأکید کردند که ما تبدیل بنادر فرودگاهها کشتیها و قطارهای اروپا را به مراکز رد و بدل مرگ تحمل نخواهیم کرد آنها اتحادیه های باراندازان، کارگران کشتی، کارگران فرودگاه، کارگران راه آهن و تمام کارگران حمل و نقل در اروپا را برای اقدام مشترک فرا خواندند. فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری WFTU با 105 میلیون عضو در 33 کشور در 12 اکتبر 2023 یک کمپین همبستگی بین المللی با مردم فلسطین را اعلام کرد. کارگران بندر در جنوای ایتالیا با شعار جنگ از اینجا شروع می شود های تسلیحاتی به اسرائیل را مسدود کردند. اتحادیه های کارگران حمل و نقل در بلژیک طی بیانیه از اعضای خود که در بنادر و فرودگاه ها کار می کنند خواستند تا از بارگیری سلاح های تولید شده در این کشور برای ارسال به اسرائیل جلوگیری کنند. روز دوشنبه ششم نوامبر کارگران بارانداز بندر بارسلونا در اسپانیا طی ای اعلام کردند که از بار کردن تجهیزات نظامی به اسرائیل و دولت‌های حامی آنها خودداری خواهند کرد. آنها از تمام کارگران بنادر در اسپانیا خواستند به آنها بپیوندند تا برای ناچار کردن دولت اسرائیل و دول پشتیبان آن به توقف نسل کشی و جنگ در فلسطین مخصوصا در غزه جنبش بین المللی به راه بیندازند. کارگران در یونان با شعار قتل عام را متوقف کنید و ما شریک جنایت نخواهیم بود از دولت یونان و اتحادیه اروپا خواستند تا هر گونه حمایت از دولت اسرائیل در جریان حمله به نوار غزه متوقف شود در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و دانمارک کارگران و مردم آزادیخواه مقابل کارخانه‌های اسلحه سازی تجمع و ارسال اسلحه به اسرائیل را سد کردند در ایران با توجه به حساسیت عظیم مسئله سوء استفاده تاریخی سیاسی نظامی و ایدئولوژیکی حکومت ایران از فاجعه غزه و نقش حکومتی که توسط طبقه ما به لبه پرتگاه سقوط کشیده شده است شاهد صدور بیانیه‌های متعددی از جانب تشکلها و فعالین کارگری و مدنی هستیم اینها تنها گوشه هایی از اقدامات عملی طبقه کارگر علیه این نسل کشی و حمایت دولت های غربی است رفقا امروز ما می توانیم در رأس جنبشی عظیم و انسانی برای پایان توحش میلیتاریزم غرب برای پایان جنگ و جنایت و برای صلح و آشتی در زندگی و در شعن انسان قرار بگیریم ما کارگران در خاورمیانه میانه تاریخا در کنار هم بوده ایم ما در بهار عربی پای اصلی اعتراضات بودیم و برای رهایی از فقر و فلاکت تلاش کردیم ما کارگران در کنار زنان انقلابی افغانستان اعتراضات آزادی مردم لبنان اعتراضات به فقر و استبداد در عراق و کردستان عراق بودیم ما حامی اصلی جنبش برابری طلبانه زنان و جوانان و مردم برابری طلب در یک سال و نیم گذشته در ایران بودیم ما مخالف جنایت و جنگ استثمار و بیحقوقی و فقر استبداد و نسل کشی و مدافع سرسخت آشتی و عدالت و امنیت برای همگان هستیم رفقا ما احزاب حکمتیست خط رسمی از ایران حزب کمونیست کارگری کردستان حزب کمونیست کارگری عراق شما را به اقدامی فوری قوی و مؤثر علیه نسل کشی دولت اسرائیل و حامیان غربی آنها علیه ریاکاری دولتهای منطقه و برای پایان فوری بمباران و کشتار در فلسطین فرا میخوانیم ما از شما می خواهیم در کنار کارگران بارانداز بارسلون، کارگران ترانسپورت یونان، ترکیه و ایتالیا در کنار کارگران فلسطینی خواهان پایان فوری بمباران، پایان محاصره و بستن آب و برق و سوخت و مواد غذایی و پزشکی به غزه و پایان اشغال فلسطین و نهایتا حق مردم فلسطین در داشتن کشوری مستقل شوید. خواهان بکارگیری قدرتتان در تولید و در جامعه برای دخالت هستیم. بی تردید جنایتکاران جنگی از سران اسرائیل تا دولتهای غربی باید در دادگاه های علنی و به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. چیزی که امروز صدها وکیل معتبر در خود غرب پرچم آن را بلند کردهاند. ما از شما می خواهیم به عنوان بخشی از طبقه کارگری جهانی علیه این بربریت متحدان دست به اقدامی مؤثر بزنید. حزب کمونیست کارگری عراق، حزب کمونیست کارگری کردستان، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست خط رسمی 18 نوامبر 2023